اول از همه من باید بگم از نظر خلیج همیشه فارس من به یاد شاه فقید میفتم که در یکی از مصاحبه هایی که داشت فکر کنم با خبرگزاری بی بی سی بود که درست همین پرسش رو مطرح کردن. شاه فقید گفت مگر تو در دبستان درس نخوندی؟ در نقشه جغرافیا چگونه نوشته شده و چگونه گفته شده Persian Gulf، یعنی که چی؟ خلیج همیشه فارس. از این رو اگر دانی دانان آمده به خاطر دلگرمی اعراب که اونها رو در یک جبهه با اسرائیل قرار بده، در تقابل از نظر جنگ روانی با ایران و لفظ عربی رو آمده انتخاب کرده که اعراب اینگونه میان میخونن، همینطور که احواز رو با هی جیمی می نویسن الاحواز و نه هی دوچشم، از این رو بر حال ما نمیتونیم از این نظر بر حال دیپلماسی راه خودش رو داره، ولی استراتژی اسرائیل همیشه بر این بوده که ایران رو به عنوان یک حاکمیت مردمی که 2700 سال ما به عنوان یهودیان مهمان این مرز و بوم بودیم، از دوران کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و بزرگان یهود و اندیشمندان او، انبیای او از خگای تا ملخی که دانیال ها نبی در شوش، از صرح بتاشر در اصفهان، اورشراگا در یزد و استر و مردخای در همدان، این پیوند دیرینه بین یهودیان و ایران مستحکمتر خواهد بود با پیوند دلهایی که بین من و شما، بین افرادی که حتی مخالفت دارند با جنبش صهیونیستی و اینی که به هر حال بتونند یهودیان بعد از هولوکاست به اجداد، یعنی سرزمین آبا اجدادی خودشون برگردن، و این رو ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که دو چشم ما، یک چشم ما اسرائیل هست از نظر امنیت ملی و پدافند ملی، از طرف دیگه ما همیشه به یاد داریم بیش از اینی که خودمون رو اسرائیلی بدونیم، ما خودمون رو ایرانی میدونیم که 2700 سال در این مرز و بوم همدوش سایه شانه، نه سایه به سایه بلکه شانه به شانه اشکانیان، هخامنشیان، در دوران ساسانیان یکایک ما در کنار ایرانیان بودیم. همین گونه نیز امروز در حال حاضر ما بر حال پشتیبان مردم ایران هستیم در هر گونه خیزش ملی، و همینطور به عهد خود وفا خواهیم کرد در فردای آزادی ایران، از نظر فناوری آبیاری، چه از نظر کشاورزی، چه از نظر اینی که ایران رو به سطح عالی خودش بتونیم برسونیم، به یک کشوری که همیشه ما همسنگر و همرز بودیم در تقابل با رومیان، یونانیان، اعراب حتی گرفته، و اینی که اون تنویر افکار که باید انجام بشه و روشنگری که باید انجام بشه بر این هستش که ایرانیان خود را بتونند از این منجلابی که ایجاد شده در عرض 40 سال و نه فقط 1400 سال بتونن بیرون بیارن و به تمدن 5000 7000 ساله خودشون و ایران باستان بازگردن که یهودیان همیشه در کنار اونها بوده و خواهند بود. با سپاس.